آمریکا و اروپا در تدارک تنگ‌تر کردن حلقه محاصره. تلویزیون رژیم، هفتم آذر. پس اساس سیاست ما یک تعامل سازنده و عزتمندانه در جهان هست و در منطقه ایجاد صلح و ثبات در منطقه است. حالا نسبت به دنیا هم ما روابط ما بر این مبناست. ما امروز رابطه بسیار خوبی با اتحادیه اروپا شروع کردیم این رابطه رو. این رابطه ما امسال از پارسال خیلی بهتره. از چند سال پیش اصلا قابل مقایسه نیست. سایت حکومتی رویداد 24 نهم آذر. رئیس جمهور فرانسه: ایران شریک ما نیست. رئیس جمهور فرانسه در گفتگو با فرانس 24 در اظهاراتی ضد ایرانی مدعی دخالت ایران در کشورهای منطقه شد. مکرون ادامه داد: ایران شریک ما نیست. ما روابطی با ایران داریم که حول محور توافق هسته‌ای شکل گرفته است. باید این توافق را با بحث و گفتگو درباره برنامه موشک ایران تکمیل کنیم. همچنین باید گفتگوی راهبردی درباره جایگاه ایران در منطقه، به طور ویژه درباره اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در بسیاری از کشورها انجام دهیم. روزنامه حکومتی جوان، نهم آذر. تیلرسون: برجام دیگر مرکز ثقل سیاست آمریکا نیست. وزیر خارجه آمریکا از شرکای اروپایی و واشنگتن خواسته که برای رویارویی با تهدید ایران به آمریکا ملحق شوند. رکس تیلرسون برای جلب اروپاییان وعده کرده که آمریکا دیگر قصد ندارد مثل قبل روی اینکه توافق هسته‌ای با ایران مفید است یا مضر متمرکز بماند و با عبور از این مسئله به دنبال تمرکز روی مقابله با مجموعه تهدیدات ایران است. خبرگزاری ایسکا نیوز، هفتم آذر. معاون رئیس جمهور آمریکا: در حال کار با کنگره برای تدوین طرحی در مورد برجام هستیم. حمایت ایران از تروریست را تحمل نمی‌کنیم. رئیس جمهور دونالد ترامپ به ایران هشدار داده. همانطور که او گفت، هر قدر بیشتر ما این تهدید را نادیده بگیریم، این تهدید خطرناکتر می شود. خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس، نهم آذر. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات مایک پنس: بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در واکنش به اظهارات مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا گفت تکرار بیش از حد و اندازه اتهام‌زنی‌های مقامات آمریکایی علیه ایران نشان می‌دهد آنان یا از سر عمد و آگاهانه چشمان خود را بر روی واقعیت شکست‌های بزرگ داعش در دو کشور عراق و سوریه بستند یا از شکست این گروه تروریستی و از دست دادن قلمرو خاک تحت تصرف آنها و سیطره بر برخی از مناطق عراق و سوریه به سختی شگفت‌زده و نگرانند. خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس، نهم آذر. گفتگوی وزیر خارجه آمریکا با ولیعهد بحرین درباره ایران. دو طرف درباره مقابله با واقعیت‌های مخرب ایران در منطقه و اهمیت حل و فصل مناقشات ادامه‌دار کشورهای حاشیه خلیج فارس گفتگو کردند. واشنگتن و متحدانش در منطقه در حالی ایران را به فعالیت‌های مخرب در منطقه متهم می‌کنند که دولت‌های عراق و سوریه نقش مؤثر ایران در مبارزه با گروه‌های تروریستی را ستودند. روزنامه حکومتی دنیای اقتصاد، نهم آذر. رفتارها و مواضع اخیر دولت آمریکا چه پیامی برای توافق هسته‌ای دارد؟ آمریکا در حال تدوین استراتژی جدید خود برای مقابله با ایران است و طرح جدیدی هم که در کنگره تصویب شد، عملاً بیانگر بخشی از این استراتژی تقابلی است. بر اساس این استراتژی، ایران به لحاظ رسمی و قانونی تهدیدی برای آمریکا تلقی می شود و بنابراین سیاست خارجی آمریکا عملاً از دست دولت‌های ایالات متحده خارج می شود. ورود به مذاکرات جدید یا پذیرش فشارهای جدید آمریکا از سوی ایران کاملاً کشنده و خطرناک و یک خطای استراتژیک است. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم، 8 آذر. به تبلیغ و ترویج برجام خاتمه دهید. با امضای برجام گفته شد پرونده PMD بسته شده و دیگر هیچ نهاد بین المللی ادعایی در این مورد ندارد. اما الان هم آژانس و هم آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها دوباره مدعی بازدید از مراکز نظامی هستند و با پرروی تمام آن را پیگیری می‌کنند. آمریکایی‌ها امروز در تدارک تنگ‌تر کردن حلقه محاصره هستند. آنها دنبال چراغ سبز در داخل می‌باشند تا تیر خلاص را بزنند.